بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، سلام بر شما. باز هم به سلسله اخبار قبلی، این بار گزارش سه قطر مواصلات کرده است که نشان میده از نام ملا هیبت الله یک کسی به نام ملا حیدر مجاهد با مردم ملاقات میکنه در قندارم که کسایی را میخواهند در اونجا فرا میخوانند یا جلسات گرفته میشه. ملا حیدر مجاهد با مردم ملاقات میکنه. اشمت غنی برادر اشرف غنی بعد از 14 ماه در یک کلیپ ویدیویی یک ادعای جالبی داره، میگه دکتر صاحب اشرف غنی هنوزم رهبر است. خانهش ابراهیم مکانی گرفته، به او خاطر یک کلیپ مانده بود. و فرمانده امنیه طالبان در ولایت پنشیر زهر خورانده شد اما زنده مانده. اشمت غنی که در از ابتدای آمدن طالبان به طالبان بیعت کرد، سرانجام از دست طالبان به بینی رسیده. این شما صدایش بشنوید. گران و وطنوال و معزز و امارات مشران، یو کلمه رازی لیروم ارونه، مخصوصا ده دیل خاطره چه آج ابراهیم اقانی دلتا ده دکتر سب اشرف غنی کور دنن و تلک او لس یول سواری ما برتوی دیدی چه وزی لکوره ده دکتر اشرف غنی شخصی کور ده او اشرف غنی د دې ملک مشر پاتې شوی دی. یما کورنۍ په د لویې پکتیا کې حداقل زر کاله سابقې هم علومداره ده. شپږ سوه کاله یوازې لوګر تستو نوي پیدا شوي، نه د چا حق کړی، نه مو چا ته زوپیلي دي. دا خو احتیاط اراوه و دی یوازې د ډاکټر اشرف غنی کور ته ننوتلی سر د دې چې دی وایي دی میلیونو ډالره لري و په میلیونو ډالرو جایداد پاکستان ته خپلې راته ویلي چې لري. دی د ډاکټر نجیب مجددي کور کې پروت دی. د فیض مادخان څلور نیم جریب نیولې د اسدالله خالد کور، یو پنځه شپږ کور خو ما ته معلوم دي چې یوازې دی حبزه کړي دي. دی څه حق د دی لري چې د بل چا په کور یا په شخصي جایداد دوته ننوځي او په هغې باندې خېټه اچوي؟ دا خو رښتیا ناروا ده. او عین خبره په دې ده چې یو بل کور د کورنۍ ته مو حاجي خلیل اقانی ننوتلی سر د دې چې وعده یې کړي دي چې وزمه، خو تر اوسه نه ده وتلی. د دوی ماما پخوانی والی د کابل و والی د لوګر و بخښي، اما شخصي باغ د وغجان ته د لوګر نفرې ننوتلي وو. د حماسي صاحب په لطف باندې و د زاکري صاحب و د مین صاحب د حاجو مین صاحب د امر بالمعروف و بعض نور مشران و لاغین وطل یو شی باخ که را تنی دی پیخی لسوکین نیولی در کت تر ظرف مرف حتی خور هم لب آوری ده دی چینه. نو هیله که هم مشران و دمو خود نم آوری دری دی ملاسب بطلانا رئیس الوزرانا انفیس ابنا چه چوک حق ندی ده چا شخصی جایداد تنوزی یا غیبان ده قیجه و چه یا دو چه. نو هیله لرم چه ده دی ابرو مخونی ورسی او دوی دا جایدادونا و بالخصوص در اکتر سی بشرف غنی لجایدادنا وویستل سی ده شخصی جای داد داد نه ملک مشر پات سوای ده و ده بالکل ناروا رو آنده. عین خبره دوی ده خپل. اما با ارتباط برنامه قبلی، قصاب بهارک تخار که عبارت از مولوی کبیر طالب باشه، چی کسی از زندان امنیت ملی خلاص کرده بود؟ دهی قسمت عبدالابیک برادر متین بیک رابطه منظم و مستقیم با مولوی کبیر داشت. 38 نفر از جوانا وقتی که سوختانده شدن، سلاخی شدن، به وسیله مولوی کبیر بود و مولوی کبیر به اثر لابی خاندان متین بیک در سال 1392
و با سر کوشش خود متین بیگ و برادرش عبدالله بیگ از زندان امنیت ملی رها شده بود. با می ترتیب در کابل یک مقدار بین افراد جمهوری سابقه و طالبا به اصطلاح یخشان آب میشه، یخ روابط یعنی سردی روابطشان آب شده میره. بر روز شنبه هفته گذشته مولوی امیرخان متقی شماری از لابیگران طالبه که از جمله عاطف مشعل سفیر قبلی در پاکستان، کریم خرم، ستار سعادت و چند نفر دیگر را به غرض مشوره به وزارت خارجه میمان کرده بود. در مورد عاطف مشعل و یک برنامه جداگانه را خدمت شما خواهد داشتم که فقط گوشی از ای به اصطلاح خیمی سیاره بازم برای شما ما یک گوشیش بالا بزنم. اما پنشیر، مقاومت مردم، سرسختی مردم در یک جنگ نابرابر با 30,000 قوای طالب در اونجا که بیشتر به اصطلاح تمرکز آقای صاحب حسار اونجا است، منجر به تلفات و فشارهای زیاد بالا مردم شده. روز دوشنبه فرمانده امنی طالب توسط افراد خودش در آشپزخانه و اصطلاح در غذایش مواد ریخته بودن و مسموم شده بود. چند روز هم در بخش اضطراری بیمارستان، یک بیمارستان امرجنسی است در پنجشیر، در اونجا بستری بوده. چند نفر به ارتباط گرفتار شده، از بین خودشان معلوم نیست کی هستن. در منطقه عبدالاخیر شب شنبه طالبا بازم رفتن به جان مردم محل افتادن. از روستای بوسار و میدانکا 30 نفر تحت نام همکار جبهه مقاومت بازداشت کردند. پاسگاه از اینا هم پایگاهشان در مکتب ملک مرزای شهید است. این مردم آوردن بعد از شکنجه، پیر و جوان اینا نمیشناسن، همیشه میرن و همیشه یک رقم شکنجه میکنن. خب بالاخره موی سفیده را وادار ساختن که زمانت بدن. همین مردم اعلام شد، یک نفرش اعلام نکردن به نام خلیل ولد رحیم خان، او را که اعلان نکردن. این شب گذشته ساعت 11 بجه خلیل تیرباران کرده. همزمان حمله طالب بر قرارگاه تلخی پنشیر انجام گرفته. چندین ساعت جنگ سختی در گرفت اما نابرابر، هوا بسیار سرد است. مفرزای عملیاتی جبهه مقاومت که از نظر نفرات، تدارک و لوجستیک یک مقدار در دشواری قرار داشتند، بازم جنگ سختی در گرفت. قماندان قرارگاه منجور تانست که نفرات فرماندهی تلخه را کمک بکنه و اونا را از ساحه بیرون کردند. اما در این جنگ شدید، جنگ و گریز، قماندان قرارگاه تلخه احد خان با 2 خوارزادهش و 2 نفر دیگه زخمی شدند که به قرارگاه حصارک منتقل شدند. باز هم در مورد ملا هیبت الله غایب، این بار به نقل از افراد خاص گزارش میشه که مجلس دیداری به نام ملاقات با هیبت الله که صورت میگیره در قندار، معمولا عالی دیدارا سازماندهی میشه و هیچ کس چشم دید خود چیز نمیگه. در اونجا ملا هیبت الله وجود نداره، او غایب است. به عوض از او مولوی حیدر مجاهد از اسپین بولدک قندار است یادم، اونو عوض از نام ملا هیبت الله با مردم ملاقات میکنه. این مولوی حیدر مجاهد از افراد خاص جنرال ندیم احمد انجم رئیس آیسای است. هر کسی که میگه من رفتم هیبت الله رو دیدم، از ما برش دعوت از فراخان است. بیا در کجا دیدی قوارش، در کجا چی قوارش تصویر بکن. اخیرا یک دروغ بسیار زخی میره به اصطلاح درشت ایرم که روستار ترکی گفت ما رفته فلانی رو دیدیم، بیا نشان بده کی بود.
مولا هیبت الله باز هم در بانک اخبار اصطلاح که ما در بایگانی خود دارم یاست که در سال 2020 در ماه نوم به اثر مریضی کرونا در بیمارستان آیسای در کویتی پاکستان یادم فوت کرده. روایت دیگه هم بود که ای را پیشا پیش شبکه حقانی کشته بود. این دو روایت است. اما بیشتر روایت ایزی که از اثر کرونا از زندگی ساقط شده بیشتر تاکید میشه. در مجلس شورای قندار که اخیرا مردم دیدن امی مولوی حیدر مجاهد بود. اما در مورد یکی از افسرهای بسیار با مناعت و شجاع و برای شما یک اطلاعی را برسارم، قاسم پیکار ماستر نظامی از ولایت تخار بود، یک آدم پرمطالعه با فرهنگ و بیشتر جنگ افغانستان از منظر ملی و تاریخی نگاه میکرد و به اصطلاح جنگش جنگ برای اسلام عزیز نبود، جنگ برای افغانستان، برای انسان افغانستان و برای هویت و فرهنگ بود. بسیار آدم عجیبی بود. پیش از سقوط نظام قماندان کندک ارتش در بلخ بود، مسئولیت ولسوالی های چاربولک، چمتال، بلخ، دولت آباد، شولگر بلخ هم بدوش داشت. ای آدم در بعدن در سر یک توطئه که ادعا میشه و ایره ما پروندهش بیشتر میشگافم از طرف مسعود رحمان ننگرهاری و مصطفی وردک قماندان قلوردوی شاهین که در داخل موترش ماین مانده بودن و به زندگیش خاتمه دادن. در مو زمان چرا قاسم پیکار یک آدم بسیار شجاعی بود به ولی احمدزی لویدرستیز و مو شخ بروت بیغیرتی که بود در روزای آخر پیش از اسمت علیزی برازو گفته بود که تو پدر طالب در شمال هستی. بنان بر مصداق ازی که زبان سرخ سر سبز میدهد به باد، یادم در موترش ماین موندن متهم مسعود رحمان ننگرهاری و مصطفی وردک است. اطلاعات دیگه هم که ما واصلت کرد ما برای شما ارائه خواهد کرد. برنامه ما فقط در امی حد بود. شما را به خداوند می‌سپارم.